هم رزمان دوستان با نمایندگی از سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان تأثیر عمیق خیش را از اعدام های اخیر توسط رژیم جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران ابراز می دارم. استراتژی ترور با کارگری روش های وحشیانه رژیم فاشیست اسلامی سرمایه در ایران در فراسوی مرزهای ایران از آن جمله در چند شهر افغانستان واکنش انفجار و با اعتراض مردم مواجه گردید. مردم که خود 3 سال پیش در طرح ضد انسانی و نجات پرستانه دولت اسلامی ایران که طرد افاقینه نام گرفت آماج حملات سبعانه نیروهای چماق و دست پولیس دستگاه های امنیتی و تا ارتش قرار گرفته و در بدترین شرایط به کام مرگ سوق داده شدند. و ماهیت ضد بشری و راسیستی رژیم اسلامی ایران را با گوشت و استخوان لمس کردند. مردم که به حکم حاکمان شهر به سر چوبه دار فرستاده شدند و با گزارش کمیته بین المللی علیه اعدام حتی در بدل تحویل اجسادشان از بستگانشان در آن سوی مرد پول گرفتند. مردم که از حق تحصیل که خود هزینه آن را می پرداختند محروم شدند و 200 هزار کودکشان که مادران ایرانی دارند با تأثیر از اندیشه آنها در موقعیت زن در اسلام بدون هویت باقی ماندند ولی معوض توانستند این جنایات را به حساب رژیم جنایتکار اسلامی بگذارند و همصدا با مردم آزاد خواهی ایران شعار مرگ بر حکومت آخوندی ایران را سر بدهند و همچنان با سیر پا کردن تصویر خامنه‌ای که در روی آن نوشته شده بود الله انسجارشان را از حکومت شریعت که با حکومت غرب با سرکردگی امریکا بر مردم افغانستان تحمیل شده است به نمایش بگذارند. اینکه کماکان یک اقلیت خونخوار و احمق میتوانند ارادهشان را بر مردم تحمیل کنند بخشن ناشی از این است که هنوز کسانی هستند که باور دارند سرکوب با نام دین و اخلاق شیوه امنیتی بوده و پایگاه ایمانی ندارد. تا زمانی که اعتراض ها به منظور واژگونی نظام اسلامی نباشد و تا پایگاه های عقیدتی نظام آماج قرار نگیرند نمیتوان چیز را تغییر داد. مردم باید درک کنند که داشته ها همین اطلاعاتف های سبز و سیاه نیستند. سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران، نابود باد سلطه مذهب بر زندگی مردم، زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری. No!